سلام بیننده های عزیز، امید است که در این فصلی سردی و یخی زمستان در کنار خانواده ایتان گرم بوده باشید و از مریضی ها بیغم باشید. بیننده های عزیز، قمر امیری هستم، با برنامه دیدار با مردم در خدمتتان قرار دارم. در این برنامه ما کارهای روزمره مردم را برای شما به نمایش میمانیم. پس حالی میریم با چند تن شهروندان بامیانی خود که شغل و یا مو مصروفیتش فروش داروهای گیاهی هم صحبت میکنیم. پس برنامه ما را بیننده باشید. خب بیننده های عزیز، حالی میریم به دکان یزی کاکا که دوای یونانی فروشی داره، همراهش گپ میزنیم. پس برنامه را بیننده باشید. سلام بیادر، خوب هستی؟ خب دوستای عزیز، حالی هم رسیدیم به کنار از برادر ما، ازش میشنویم که خود برای ما و شما معرفی بکنه و این دواهای یونانی را که داره بازم دبارش برای ما و شما معلومات بده. سلام برادر، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب بخیر، سلامت هستی؟ شکر. شکر برادر. برادر چطور هستی؟ امروز روزگار خوب است، بد نیست که سپوکار اگذره هست. مقصد دکان ما دکان عطاری فروشی است. مقصد میایه مشتری روزای سردی باشم، میایه روزای گرمی هوا خوب باشم میایه. مقصد خوب است کارو بار. خب برادر، میشه خود برای ما و بیننده های ما معرفی کنید؟ نام خدا رو بگید. نام من محمد هاشم است، از ولایت بامیان هستم، 25 ساله هستم. خب برادر، شما میشنویم که برای ما و بیننده های ما بگوین که این یونانی فروشی را یا این دوای گیاهی را که سودا میکنید از کجا یاد گرفتین یا در کجا خواندین؟ این را از کدام جا یاد نگرفتیم، این را از پدرم یاد گرفتیم. حاجی احمد گل معروف است در نام پدر جعفر، که من از اشتیکی قد پدرم بودم. دیگه مدت یک سن تا 10 سال مکتب خواندم و بعد یک ذره روزگار خراب شد، روزگار دنیا به اسلام تا اقتصاد ضعیف شد، باز ما قد پدرم روی آوردم. باز یک کمتون ممی بگه سبایی وقت کتابای خود مطالعه میکرد، برای من تشریح میداد. باز ما قد پدرم هم مثل شاگرد باری کار میکرم تا که استاد شدم. ایناله یعنی دکان پیش مبرم، دیگه مشتری دارم، مشتری هایی که دوام هایی میتونم رضایت کشیده، دیده، برده، بلد است. دیگه دواهای بی ضرر است، گیاهی است، مردم ها تجربه شد دیده. دیگه میاید روزای زمستان سرد است و مقصد از روهای دور میاید، مگه که همون برای مرض شکر یا برای فشار یا برای تکلیف میده ای که داده بودم، دیگه مردم میاید مو برای رضایت داره ازش. خب برادر، چند سال میشه که شما در این دکان کار کردین؟ اینی که تجربه دار معلوم میشید که مشتری های خدا نم گفتین که از رای دور و نزدیک میای شما دوام میبره. دیگه مشتری های مزوری شون کسا از سوالی های دیگه از منطقه های سرد است. دیگه ما مدتی 15 سال میشه که قد پدرم هستم دمی کار. دیگه ما شکر فضل خدا ارادم قوی استم، میفهمم. دیگه مشتری های من همی اراده را برای ما داده، گفته اینمی علف برای ما کار کردن، یعنی همی برای میده دادیم، برای فشاری دادیم، برای گرده دادیم، چرگ گرده، سنگ گرده. دیگه مردم ها استفاده کرده، تجربه شد دیده، دیگه زیاد رضایت دار از ما. بله تشکر. خب برادر، حالا شما همی علف یا همی گیاهی که در پالوی شما است، از شما امیر مپرسیم که این گلایش که است زرد است و این بخکایش که است کریمی است، همی علف همی گیاه یا برای چی است؟ این برای شکر میتیم، برای مرض شکر، این جلوگری میکنه. نامش نامیزی بابونه است. خب بابونه، بابونه این زیاد دمی کوهای بلند است، جایی که سرد است، شمال بره در مسرکای بند است. این چه قسم استفاده بکنه؟ این رمی رقم بخوره یا چای کده بخوره؟ چه رقم بخوره؟ این را برای ما بیننده های ما بگید. این تشکر، این چیست؟ این را اگر بعضی کسا اغور میگه، بعضی کسا اوانگ میگه، ما این را اگر بیس و یک کپه کنه سر نون هم خوب است، اگر نکی چی نکد این را جوش رانده بخوره. این را جوش بده مدت یکان یک دقیقه ای بلقص بجوشه که تا همیشیمه و چی علف برای قدم زو او قاطی شوه که تا انسان بخوره، انشالله شفایاب شوه. دیگه بعضی کسایی را هم که داده دیگه رضایت کشیده، برای فشار هم خوب است، فشار بالا. دیگه بعضی کسایی را که داده رضایت کشیده، گفته که خوب است برای ما. دیگه هم از یک کمی دیگه هم یا بیتی یا یک مقدار دیگه هم بیتی که
تا بخی گم شوم. بله. خب برادر ایره شما از کو گفتین از سرقدای کو میارین؟ از کوهای بابا ایره از کو خودن شما میرین یا که برای شما یگان کس سودایی میره میخرین چی رقم؟ نه ایره برای ما همون مردم های محل میاره باز ما یارو میخریم از آن باز برایشون نشانیش تازه یا به اصطلاح خشک شده شد میتونم بگم اگه می علف میشناسید در منطقه تان در کوهای تان پیدا میشه ایره برای ما بیار باز اونا کی آورد باز ایره مقداری اوزا میخریم باز ما برای مشتری ها میتونیم یک کم تو موافات ما میکریم باز همون کسی که برای ما آورده اوزا ما میخریم. اینا برادر امی علف یا گل بسیار رنگش هم مقبول است امی علف برای چه؟ بله یه گل است یه گل گوزبان میگه یه برای تکان قلب مبره برای فشار بالا مبره برای کسایی که روانی یا زود که اعصاب مصابش خراب میشه یه برای امزو آدم ها میتیم یه جوشانده میشه جوشانده بخوره این جوشانده میشه این جوشانده میشه این یک رقم مست نازک است اگر دقف دیست خو بومالیم ام نرم میشه که بخوره نرم میشه آنقدر سایده میشه بعضی میتونه که ایره بی سایه دوانگ یا دوغوری که قبلا نرس کدم دیگه بعضی کسایی ایره راحت طلب هستم مگه همی جوش بیتیم بخوریم خوبتر هستم ولی همی جوش داده ایزی که یکان مدت یک دقیقه همی بلق هست بجوشه یک کیفیت چه بالاتر خیلی خوبه بعضی کسا مشتری های ممکن دادیم ازش رضایت کشیده برای اصاب دادیم تکان قلب دادیم اگان صدای ناگواره شکر فضل خدا که بامیان ما بغم هست دیگه پایتخت ما که هر روز انفجار و زدن و کندن هست دیگه اگان صدای تایر یکان صدای دوست شوخی میکنه یک مکم یک ما وا میگیم که شما چی میگه یک وا میکنه یکان یک جیخ میزنه میترسانه قلب زود در تپیش و زدن و در دک دک میاد یعنی اگه استفاده کنی او رو اصلا بخی گم میکنه ریشکن میکنه او مرز بله. خب برادر ایر گفتین برای اعصاب هم خوبه نه؟ برای اعصاب هم من که هستم یک هم ذره دسته اعصابی هستم حالا از برادر ما میشنویم که برای ما سودا میکنه یا یک هم برای من میده که برای تکلیف اعصاب ما خوب شوه نه فرق نمونه برای تان یک ذره توفه میتم خدا خیر کنه و ترم نباشه شما کلان و ساد هستید خب برادر تشکر از اینکه وقت خود را دمو دادی در بیرون فکر کنم مشتری های تم منتظر است که وقت تو را زیاد نمیگیرم که بخیر بر در مشتری های خود سودا بیدی از این داروهای خود بیدی تشکری میکنم از خواهیش است گپی ندارد دیگه هر وقتی بخواید یا آگان دفعه برنامه دیگه داشتید ما در خدمت هستیم تشکر برادر خواهیش منم خوش شدم از این برنامه تان تشکر. خب بیننده های عزیز حالا میریم با یک دکاندار دیگه یا یک گیاهی فروش دوای یونانی فروش همراهش صحبت میکنیم که او برای ما و شما چی میگه. از این برادر ما که یونانی فروشی یا دوای گیاهی دارد که دکانش هم بسیار خوب است دواهایش منظم چنده است بیشتر از خودش میشنویم و در اول میگیم که خود برای ما و شما معرفی بکند. سلام برادر خوب هستیم؟ سلام خوب هستیم سیارتون خوبه؟ تشکر برادر میشه که خود برای ما و برای بیننده های ما معرفی بکنید؟ سلام خدمت شما عرض ادب دارم با سانوی از باشنده مرکز ولایت بامیان هستم و شما بفرمایید که تشکر خب برادر میشه برای ما بگوین که چی باعث شد یا چی باعث شد که شما اینی گیاهی فروشی یا دوای یونانی فروشی را انتخاب کردین چرا یک دواخانه نزدین که مواد شیمیایی بفروشید که این دوا فروشی این گیاهی فروشی را انتخاب کردین؟ خب طبیعتا ما شوق و علاقه و انگیزه ما همی بود که ما باید دواهای گیاهی را و از کوههای خود مرکز ولایت بامیان جمع آوری کنیم و به عرضه یا به خدمت مشتری خود قرار بدیم و این دواها باز خوبی شویج است که بدون عوارض جانبی گپا می باشه با این لحاظ ما خواستیم امیر پیش رویم. بله خب برادر میشه برای ما فرق از ایره بگوید که دواهایی که در دواخانه است دواهای شیمیایی و ای که در دکان شما است دوای گیاهی یا یونانی است اینی فرق در چیه؟ خب بیره طبیعتا همگی میدنه که
فرش خیلی آسان است که فرقش ای است که دواهای گیاهی در عموم عوارض جانبی نداره، اما دواهای شیمیایی عوارضای جانبی در قبال خود داره. بله. خب برادر، شما این دواها را از کجا میارید؟ از خود بامیان میخرید؟ از کابل میارین؟ یا که از کشورهای همسایه میارین این دوا را؟ یک مقدارش از شخصا خود گیاها که هست بسیار البته کم و میزان 10% از همین بامیان جمع آوری میشه. 90% چیره از ولایت های مختلف کشور خود از ما شما تهیه میشه به شکل عرقیات و شربت و کپسول گپا و یک تعداد چیره ما خود ما کپسول و مرهم گپا جور میکنیم. خب برادری که کپسول و مرهم جور میکنید، این شما چی رقمی او رو جور میکنید؟ از کجا یاد گرفتین؟ یعنی طرز تهیهش رو از کجا یاد گرفتین که خودون چمو جور میکنید؟ خب طرز تهیه زیر که ما یاد گرفتیم، البته یک حدودا 4 سال شاگرد بودیم، شاگردی کردیم، در 2 سال در بابت از درس خواندیم طب سنتی را، البته دیگه جور میکنیم از لحاظ گیاه ها، بخش کپسول، بخش فشار جور میکنیم، کپسول بخش شکر جور میکنیم، کپسول گیاهی بخش چربین و خون جور میکنیم، برای میده جور میکنیم، تکلیف های میده اینا را جور میسازیم، حتی برای گیاهی جور میکنیم، برای تکلیف های سنگ گرده، منگ گرده، چرگ گرده. بله. خب برادر گفتید کپسول جور میکنیم برای زخم معده، گفتید نه؟ بله. خب من خب بیننده های عزیز، زخم معده دارم، باش از این برادر ما بشنوم که برای ما یک چند تا کپسول میده نمیده که همین زخم معده جور شود. همین کپسولی که میدید زخم معده را خوب زود جور میکنه، دیر جور میکنه، یا که مشتری خدا نمینتر میدین باش که همین یونانیش ما سودا شود؟ نه، ما اینجا البته هدف از ما فروشات نیه، هدف از ما رضایت مردم است. میخواییم که کپسول بیتیم که خلاصه در بعد از 2 ساعت با امید از خدا بخیر تکلیف شما برطرف شود، تکلیف زخمی میده شما گفتیم یکی نداره، باز ما در خدمتیم. بله بیننده های عزیز، دوای یونانی یا گیاهی چقدر قوی است که در زخم معده را برای 2 ساعت جور میکنه. از این کپسول که برادر ما گفته استفاده بکنید 2 ساعت جور میشه. باش من زخم معده دارم، از برادر ما کپسول بگیریم تا 2 ساعت بعد دیده شود که جور میشم نمیشم. خب برادر، چند سال میشه که در اینجی در این دوای یونانی فروشی یا گیاهی شما کار میکنید؟ 4 سال میشه. 4 سال میشه. خب نظر در 4 سال پیش در این روزا شما چقدر یعنی پیشرفت کردین؟ چقدر تغییرات در این یونانی فروشی خود آوردین؟ خب البته پیشرفت در قسمت پول بگم برای ما مطرح نیست، در قسمت تجارت یا بگم سرمایه گذاری ما پیشرفت نکردیم. اما پیشرفت از ما ای است که یک مشتری ما از ولایت های همجوار و همچنان از ولسوالی ها شکل ورس، پنجاب، کمر، سیوان، از اونجا مشتری های ما که در این جمعه هست و شاید 10 سال 15 سال اونا دوا کردن، دوای شیمیایی نتیجه ندادن برایشان و نتیجه ای که آمدن از دواهای گیاهی استفاده کردن، مصرف کردن، اونا بعد از اینکه دوا رو مصرف کردن خوب شدن، از اینکه برای ما تماس گرفتن رضایت داشتن. ما ای پیشرفت ما در همینجا بودن که یعنی تقریبا 90% مردم از ما رضایت دارن. تشکر برادر. خب برادر تشکری میکنم از شما که وقت خود را برای ما دادین. فکر کنم مشتری هم دارین، وقت شما رو زیاد نمیگیرم، برید در مشتری های خودان برسید. خب به حالی بینیده های عزیز، اینجی مشتری برادر ما هم است، از مشتریش میشنویم که از این برادر ما که دوای یونانی میخره آیا راضی هست نیست، بیشتر از خودش میشنویم. خب بیننده های عزیز، قسمی که گفتیم با یکی از مشتری های برادر ما گپ میزنیم که کاکا جان در کنار ما قرار داره، بیشتر از خودش میشنویم. در اول از کاکا میگیم که خدا این نام ها را برای ما و بیننده ها بگویه. سلام کاکا. سلام علیکم. خوب است؟ قرار خیر و خیر. تشکر کاکا. کاکا میشه نام خدا رو بگین؟ بله، سید اسکر از ولایت بغلان. به خاطر نفس قیدی مثلا شکر کسی برای ما دست داده بود، 2-3 بار است که بودیم، ما از دواش راضی هستیم. بله.
خب کاکا آلی برای چی مریضی داری که دهی دکانی گیاهی یا یونانی فروشی آمدی برای گرفتن دوا؟ نفس قیدی داریم، فقط مشکلمون نفس قیدی است. خب قبل از این هم دوا گرفتین؟ دوا گرفتیم، از دوای دکتری گرفتیم، فایده نکردیم. این دوای گیاهی برای ما شیش تا. خب آلی اینجا باز هم آمدین که از این دوای گیاهی بگیرین برای نفس قیدی خودانین؟ بله بله، مادم ها میم دوای خود از این میبریم، فضل خدا بهتر است. خب بیننده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته که تقدیمتان شد. اگر می خواهید که باز هم برنامه های ما را ببینید، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک بزنید، کامنت بدین و از تماشای برنامه های ما لذت ببرید. تا هفته دیگه که باز هم با یک موضوع جدید، من قمر امیری با برنامه دیدار با مردم در خدمتتان قرار می گیرم. یکایکتان را به الله پاک و بنیاز می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.